نفوذ و برتری اطلاعاتی اسرائیل به حدی رسیده که با زرس قاطع آقای نتانیاهو میتواند این حرف رو بزنیم. فقط در سطح نیروهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه در درون سیستم هم نفوذ در سطح بالا هست. شما توجه بکنید یک بار جمهوری اسلامی ایران یکی از این گروه‌های نیابتی به نام حسینیون رو به لیبی فرستاد و چون نتوانست اینها رو ساپورت بکنه، این گروه‌های نیابتی با خریدی که انجام شد به سمت حفتر رفتم و مبارزه کردم با دولت ترابلوس. حتی در سطح سوریه و لبنان هم ما می‌بینیم که گزارش‌هایی میاد که با $200 و حتی تا مبالغ $1000 هم نفوذهایی صورت می‌گیره و اطلاعات به صورت راحت به منابع اسرائیلی داده میشه. اینکه در درون جمهوری اسلامی ایران حتی مقاماتی مثل علی خامنه‌ای به نوع عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران هم از دید و همچنین هدایت موشک‌ها و همچنین بمب‌های اسرائیلی در دور نیست و در دسترس هست، خب موضوعی مبرهن هست. همونطور که آقای حسنیاری هم اشاره کرده، شرایطی که اسرائیل پله پله و دانه به دانه مثل جوشاندن قورباغه درون یک آب جوش داره نسبت به جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی ایالات متحده انجام میده، به نوعی دستها و بازوهای جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه قطع کرده. حمایت هایی که از سوی بلوک شرق من جمله چین و روسیه با توجه به منافع استراتژیک و اقتصادی که در منطقه دارن و نزدیک شدن به کشورهای اتحادیه عرب و عرب حاشیه خلیج فارس، به نوعی جمهوری اسلامی ایران را در انزوای کامل قرار داده که با عطف اون مذاکراتی که در عمان با آقای سالیوان انجام دادن و نکته اساسی اونها این بود که نتانیاهو را ایالات متحده کنترل بکنه، ما موشک بالستیک نمیدیم به روسیه و همچنین نیروهای نیابتی خودمون رو کنترل میکنیم، نشان از این میده که ایالات متحده دست اسرائیل رو در این مسئله باز گذاشته و آقای نتانیاهو در مسائل چه در تعرضات زمینی که اگر به لبنان انجام بده و چند اعمال فشاری که بر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران رو داره قرار داده، این هست که جمهوری اسلامی ایران دو تا راهکار داره: یا اینکه کاملا تسلیم بشه، حمایت خودش از نیروهای نیابتی برداره و با توجه به شرایطی که در دولت پزشکیان هست به یک اقدام نرمش قهرمانانه شدید و اجباری رو بیاره، و یا اینکه حمله مستقیم به اسرائیل بکنه. اگر از این دو تا مورد چیز دیگری برای جمهوری اسلامی ایران قابل پیش بینی نیست، در هر دو مورد هم خسرانی است که جمهوری اسلامی ایران با سیاستهایی که در منطقه ایجاد کرده برای خودش دامه زده.